صدها تن از یهودیان حسیدی که تعدادی کودک نیز در میان آنها دیده می شود پشت مرزهای اوکراین گرفتار شده و اجازه نیافتند به قصد عزیمت به یک مکان زیارتی وارد این کشور شوند در حالی که این افراد همچنان در پشت مرزهای اوکراین با بلاروس منتظر اجازه ورود هستند اما مقامات دولت اوکراین به دلیل شرایط ویژه ناشی از بحران کرونا و همگیری بیماری کووید 19 تا کنون از دادن مجوز برای عبور آنها از مرز خودداری می کنند. ده ها هزار یهودی هر سال همزمان با سال جدید یهودیان برای بازدید از یک مکان مذهبی و زیارت آن به شهر اومان در مرکز اوکراین سفر می کنند. کشورهای مبدا و مقصد این یهودیان ماه گذشته میلادی از زایران حسیدی خواسته بودند که به دلیل کرونا امسال از عزیمت به شهر اومان خودداری کرده و زیارت از مکان مذهبی مورد علاقه حسیدیان را به زمان دیگری موکول کنند برخی زاران یهودی گرفتار شده پشت مرزهای اوکراین از شرایط ایجاد شده برای آنها به عنوان یک فاجعه انسانی یاد کرده و ضمن درخواست کمک از حکومت کشور خود آن را مسئول رقم خوردن این فاجعه معرفی کردند ویدیویی که توسط مرزبانان اوکراین منتشر شد زایران یهودی را با لباسهای سنتی نشان می دهد که در وسط جاده نزدیک صفحه طولانی کامیونها به نماز و نیایش می پردازن. صلیب سرخ بلاروس در گزارش اعلام کرده که زایران منابع مالی کافی برای برطرف کردن نیازهای اساسی خود ندارند و این سازمان کمک هایی در همین راستا به والدین دارای فرزند، زایران موسن و افراد دارای معلولیت عرضه کرده است.